میره یه زیر از علی شعبانی بگیره و یه فن زشت و زیبای تمیز و اجرا میکنه در مقابل و حریف خودش و علی شعبانی به خاک و خون میکشه و در نهایت با اجرای همین یه فن پیروز میدان این دلاور کشورمون. سلام سلام سلام، با کانال ورزشی ایتیوب همراه هستید، در خدمتتونیم این بار هم با یه فن خفن و پرکاربرد از ورزش پرطرفدار کشتی. این سری از ویدیوها رو به آموزش و اطلاع رسانی فنهای ورزش جذاب و پرسابقه کشتی اختصاص دادیم که هم دیدنیان و هم یاد گرفتنی، همینطور ویدیوها هم لایک کردنی. بله، و این بار و امروز فن زشت و زیبا، یکی از فنون شبیه خون و از دفاعهایی که در کشتی آزاد استفاده میشه. بریم سراغ ویدیو. فقط اینو بگم که ویدیو شامل دو بخشه و در بخش دوم این ویدیو حقایقی شنیدنی از نام کشتی تا تاریخ اولین برگزاری کشتی رو براتون بازگو کنم، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و اگه تا الان سابسکرایب نکردید سریعتر دکمه سابسکرایب رو بزنید. در اجرای فن زشت و زیبا، در زمانی که حریف زیرگیری کرده و یکی از پاهامون رو در اختیار میگیره، در این زمان سر و گردن حریف رو گرفته و اینجا توی این ویدیو پای راستمون توسط حریف اشغال شده که دست چپمون رو میبریم زیر دست حریف و با دست راستمون دست چپمون رو چفت میکنیم و سر و گردن حریف قفل میشه. با کمی نشستن و حرکت به سمت چپ روی یه پا، حریف رو به پل میاریم و از کمر به خاک واژگون میکنیم. یه بار با دقت ویدیوی اجرای فن رو تماشا کنید تا بهتر یادش بگیرید. و همچنین یه کنده هم داریم به اسم کنده زشت و زیبا که اجرای اون رو هم با هم مرور میکنیم. در این حالت حریف با حرکتی انفجاری نشسته و به پای ما میرسه. در اینجا که پای راست ما رو گرفته، دست راستمون رو از بالا به زیر شکمش میبریم و زمانی که حریف میخواد بلند بشه، دست چپمون به داخل پای راست حریف برده و یه لحظه کنده زشت و زیبا رو اجرا میکنیم و یا علی مدد، خدا قوت پهلوان. و بله، یه بار دیگه با دقت به اجرای این فن توجه کنیم. اینم از اجرای فن زشت و زیبا در حالت ایستاده و کنده زشت و زیبا. حالا بریم سراغ تاریخچه کشتی. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و این بهترین حمایت از چنل ماست. ورزش کشتی یکی از قدیمی ترین ورزش های دنیاست و شواهد بسیاری نشون میده که از دوران ماقبل تاریخ روی کره زمین بوده که به صورت جنگ های تن به تن یا در اوقات فراغت به شکل غریزی انجام می شده. به مرور زمان جنگ های تن به تن که بیشتر به مرگ منجر می شده، جای خودش رو به یه ورزش با قانون و پیروزی نمادین داده. ورزش کشتی برای نخستین بار در سال 709 قبل از میلاد مسیح در یونان باستان وارد المپیک شد.
لغت کشتی به معنای مبارزه بدون استفاده از سلاحه که اولین بار این لغت در کتاب تورات یعنی 1500 سال قبل از میلاد مسیح به کار برده شده. در اون زمان اعتقاد بر این بوده که یعقوب با یکی از فرشتگان یا به گفته‌ای با خدا کشتی گرفته و سرزمینی که این اتفاق در اون روی داده بعدها اسرائیل نام گرفته که به معنای کشتی گرفتن با فرشتگانه. به هر حال کشتی به عنوان ورزش اولین بار در کشور یونان اختراع شد. در این زمان یونانی‌ها یک سبک مخصوص به خودشونو داشتن و بعدها که از رومی‌ها در مسابقات شکست خوردن سبکشون از بین رفت و جای خودشو به کشتی اختراع شده به وسیله رومی‌ها داد و به تدریج سبک‌های مختلف کشتی اختراع شد. سبک‌های مختلفی از کشتی در کشورهای مختلف دنیا تمرین میشه و از مهمترین سبک‌های ملی و محلی کشتی میشه به کشتی با کمربند شامل گلیما در ایسلند، شوینگن در سوئیس، گوراش در آسیای میانه و نیز سومو و جوجیتسو در ژاپن و سامبو در روسیه اشاره کرد. تقریبا توی تمام کشورهای دنیا دو سبک المپیکی کشتی یعنی کشتی فرنگی و کشتی آزاد مورد قبول واقع شده. تفاوت این دو نوع سبک اینه که کشتی فرنگی که بیشتر در اروپای قاره‌ای محبوبه، گرفتن پایین کمر حریف و استفاده از پا ممنوعه، در حالی که در کشتی آزاد کشتیگیران اجازه استفاده از پا و گرفتن پایین تنه حریف رو دارن. مسابقات این دو نوع سبک هم زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی برگزار میشه و اما در کشور ما ایران این ورزش از محبوبیت خاصی برخورداره که ریشه در تاریخ و سنت ما ایرانی ها داره و به نوعی به عنوان ورزش ملی شناخته میشه. ورزش کشتی در دوران صفوی و زندیه با سبک‌های مختلف ملی و محلی کشتی پهلوانی در میان مردم رواج پیدا کرد، به طوری که در زمان قاجاریه شخصی را برای توسعه این ورزش برگزیدند و در هر شهر صدها پهلوان کشتی وجود داشت که در روزهای تعطیل در میادین شهر به کشتی گرفتن می‌پرداختن و زورآزمایی می‌کردن. در همین دوران مسابقات کشتی پهلوانی و بعدها به صورت یک سنت همه ساله برای معرفی بهترین کشتیگیر در اومد و برگزار شد. در ایران از بین سبک‌های بین‌المللی کشتی، کشتی آزاد محبوب‌ترین روش به شمار میره. باشگاه پولاد نخستین باشگاه ورزشی در ایرانه که در سال 1300 توسط حسین رضی‌زاده یا همون آقا شریف در خیابان شاهپور که الان وحدت اسلامی نام داره تأسیس شد. در سال 1318 مقررات بین المللی کشتی مطرح شد و تغییر و تحولاتی در شیوه کشتی گرفتن و لباس کشتیگیران ایجاد گشت. همونطور که گفتیم سبک‌های مختلفی از ورزش کشتی در دنیا تمرین میشه، اما دو سبک کشتی آزاد و کشتی فرنگی تقریبا در تمام کشورهای دنیا به عنوان دو سبک کشتی المپیکی پذیرفته شده. بپردازیم اول به کشتی فرنگی. یکی از سبک‌های ورزش کشتیه که در سده 19 میلادی در فرانسه ابداع شد. در این سبک از کشتی استفاده از پا برای به زمین زدن حریف و گرفتن پایین تنه کمر ممنوعه، اما ما بقیه قوانینش مثل دیگر سبک یعنی کشتی آزاده. در کشتی فرنگی هر حرکتی که زندگی یا سلامتی حریف رو به خطر بندازه ممنوعه. و در نهایت و مخلص کلام می‌پردازیم به گرایش پرطرفدار کشتی یعنی کشتی آزاد. کشتی آزاد هم مثل کشتی فرنگی هدف اصلی چسبوندن شونه حریف به تشکه که منجر به ضربه فنی یا همون برد سریع میشه.
ولی برخلاف کشتی فرنگی در کشتی آزاد کشتیگران اجازه دارن پای حریف رو بگیرن و از پای خودشون هم استفاده کنن. بر اساس مقررات بین المللی کشتیگران مجاز به هر گونه گرفتن، ضربه زدن و پرتاب کردن ملایم حریف هستن، اما در صورت که این حرکات سلامتی حریف رو به خطر بندازه ممنوعه. استفاده حرکاتی مثل لگد زدن و موش زدن و کله زدن و گرفتن دوبنده و اینا هم که در هر دو سبک ممنوعه و همچنین نقض هر یک از قوانین منجر به اخطار دادن به کشتیگیر میشه که با گرفتن 3 اخطار کشتیگیر از ادامه مسابقه محروم میگردد و در نهایت در صورت نقض شدید مقررات کشتیگیر بیدرنگ از مسابقه اخراج میشه. خیلی دل گرممون میکنید که سریعتر دکمه سابسکرایب رو بزنید، اگه نزدید لایک حتما بکنید و بهترین حمایتتون همینه که به ما اینطوری انرژی بدید. دمتون گرم، امیدوارم که خوشتون اومده، 100% خوشتون اومده. پس شما رو به خدای بزرگ میسپارم و منتظر بمونید تا ویدیوی جذاب و بعدی ورزش دیدنی کشتی. بدرود و خدا نگهدار.